رضا، در گذشته در سخنرانی آیت‌الله خمینی ارتباط محکمی بین اسلام و قدرت می‌دیدیم. بعد هم در سخنرانی کسانی مثل حجت الاسلام، پناهیان و دیگران شنیدیم که اسلام اصلا برای قدرت اومده، تا جایی که آقای پناهیان حدیث انما با استول اتم من مکارب اخلاق رو از لحاظ سندیت ضعیف دونستن. دکتر سروش هم پیامبر رو عارف مسلح میدونه، با این تفاوت که استفاده از قدرت و خشونت رو منحصر در پیامبر اسلام میدونه و اعتقاد داره دیگران حق تبعیت از این روش رو ندارن. نظر شما چیه؟ عرض کنم که در باب این سه تا نکته باید عرض بکنم. نکته اول اینه که اگر ادیان قدرت جو باشند و در پی قدرت باشند، ادیان با خیلی نظام‌های دیگه شریک میشن در این جهت، یعنی با نظام‌های فاشیستی شریک میشن، با نظام‌های کمونیستی و مارکسیستی شریک میشن. اساساً اگر ما قدرت را منظور نظر دین اسلام بدونیم، به نظر من خدمتی به اسلام نکرده ایم، چون اسلام رو آوردیم در تراز تمام رژیم‌های توتالیتر، در تراز تمام رژیم‌های استبدادی، در تراز تمام رژیم‌های دیکتاتوری، چون اونام طالب قدرتن، قدرتی رو که ندارن میخوان به دست بیارن، قدرتی رو که دارن میخوان نگه دارن و قدرت نگه داشته رو میخوان افزایش بدن. بنابراین اولا فکر نکنیم که خیلی خدمت کرده ایم به اسلام اگر بگیم. این نکته اول. و اما نکته دوم، اگر این سخن گفته بشه، ما ادیان را اصلا از معنویت جدا کرده ایم، چون اگر دین معطوف به قدرت باشه، پس دین هر چیزی هست جز معنویت. چرا؟ چون معنویت میخواد درون شما را دگرگون کنه. توجه میکنی؟ میخواد درونت را دگرگون کنه، یعنی میخواد شما یک انسان جدیدی بشید، امیدهاتون با امیدهای سابق فرق بکنه، ناامیدیهاتون با ناامیدیهای سابق فرق بکنه. از چیزایی که سابقا شاد میشدید دیگه الان شاد نشید، از چیزایی که قبلا غمگین میشدید دیگه الان غمگین نشید. توجه میکنید؟ اون چیزهایی که قبلا شما را رنج میداد دیگه الان شما را رنج نده، اون چیزایی که قبلا شما را رنج نمیداد الان شما را رنج بده. میخواد یه تحول درونی در شما ایجاد بکنه. قدرت نهایت کاری که میتونه بکنه، میتونه تسلیم بیرونی بیاره، نه تحول درونی. قدرت نهایت کارش اینه که من رو منقاد میکنه که اگر گفتم از این راه برو از این راه، اگر گفتن از اون راه برو از اون راه، این فقط یک نوع تسلیم بیرونیه و تسلیم بیرونی با تحول درونی خیلی تفاوت داره. بنابراین اگه این کار رو کردید، خب فاصله بین دین و معنویت رو افزایش دادید. یعنی اون وقت کسی میگه که خب پس ادیان شما هر چه هستن به دنبال معنویت نیستن، اون وقت دیگه کسان رو که به دنبال معنویتن نمیتونید جذب بکنید، نمیتونید داعی معنوی داشته باشید. اما نکته سومی که وجود داره اینه که این با آنچه که در خود قرآن و روایات هم اومده ناسازگاره. یعنی ادعایی که میکنن، این باز از همون مواردیست که عالمان چیزی میگن و از من قرآن روایات چیز دیگه میگن. توجه میکنی؟ قرآن نگفته که ما آمده این برای این که شما قدرت به دست بیارید یا از قدرت به دست آمدتون در راه تسلیم کردن مردم استفاده کنید. اصلا و ابدا یک استشهاد به یک آیه قرآن بکنن که قرآن گفته ما برای این کار آمده ایم. توجه میکنی؟ قرآن وقتی هم که میگه که ما کتاب و سنت، کتاب و حکمت فرستادیم، میگه لیقوم الناس بالقسط، میخواهیم ار انسانی اهل عدالت بشه. اینا این آیه رو یه جوری معنا میکنن که گوی قرآن گفته لیقیم الناس بالقسط. من همیشه به این آقایون میگم، میگم بابا دیگه من که صرف و نحو عربی میفهمم، به من که دیگه نمیتونی بگی قرآن گفته لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط یعنی ما آمده ایم برای اینکه هر انسانی بشه انسان عادل. اینا میگن ما آمده ایم که عدالت رو برپا کنیم. انگار قرآن گفته لیقیم الناس بالقسط، نگفته لیقیم الناس بالقسط، گفته لیقوم الناس بالقسط، نگفته که
شما بیایید و در جامعه عدالت رو برپا کنید. گفته شما هر کدامتون خودتون عادل بشید. بنابراین میخوام بگم اشکال سومی هم که به این سخن وارده اینه که اصلا با خود قرآن و حدیث پیامبر سازگاری نداره. اما متاسفانه خانم هیچ وقت این آقایون سخنانشون رو نمیان با اهل خبره طرح بکنن، میرن برای مردم میگن ریش و قیچی هم دست خودشونه، خودشون میدوزن، خودشون هم پاره میکنن دوخته خودشون رو، بعد پاره خودشون رو از نو رفو میکنن، همه کارشون دست خودشونه. بیایید این چیزایی که در رادیو و تلویزیون میگید بیایید با من بگید، تا اون وقت من نشون بدم که آیا شما درست میگید حتی با قرآن و روایت خودتونا، تا یا من درست میگم. میخوام بگم دو بحث هست، یکی اینکه اصلا قرآن و روایت شما رو من قبول دارم یا قبول ندارم، این یک بحثه. یک بحث دوم اینه که نه، من میام میگم با قرآن و روایات خودتونم سخنان خودتون سازگار نیست.